سلام بیننده های عزیز، شب شما بخیر. با بسته خبری ساعت 8 امشب از تلویزیون جهانی غزنویان با من عبدالحکیم احمدی خوش آمدید. امروز جمعه 15 ماه حوت سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه مارچ سال 2021 میلادی. نخست سرخط مهمترین رویدادهای روز. فرصت 10 روزه حکومت در برابر خواست حکمتیار. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به حکومت 10 روز فرصت داد تا به مطالبات حزب اسلامی رسیدگی کنند. نی خواستار بررسی چگونگی حمله مسلحانه به خانه یک خبرنگار در ولایت تخار شده است. پاکستان نقش مهم در روند صلح افغانستان دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان نقش مهم در حمایت از روند صلح افغانستان دارد و در صورت ناکام شدن روند صلح این کشور به احتمال زیاد از عواقب آن آسیب خواهد دید. و عامل حمله تروریستی در سویدن یک افغانستانی بوده است. پلیس سویدن گفته است مهاجمی که 7 نفر را با ضربه چاقو در شهر وتلاندا در جنوب این کشور زخمی کرده یک مهاجر افغانستانی است. حال هم مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز با حضور در میان تظاهرات کنندگان هواداران این حزب گفته است که به ارد 10 روز فرصت می دهد که زندانیان حزب اسلامی را رها و زمینه برگشت و جای بودباش آنان را فراهم کند. حکمتیار گفت که اگر خواستها و مطالبات حزب اسلامی در مهلت تعیین شده رسیدگی نشود، تظاهرات گسترده را در کابل و ولایت‌ها را اندازی خواهد کرد. اولواردک میدان چکم قطارون را روان دی. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته است که در تظاهرات آینده تنها یک مطالبه خواهد داشت که کنارگیری حکومت کنونی است. حکمتیار از جانب دیگر میگوید که کشتی حکومت کنونی شکسته است و در حال غرق شدن است. آقای حکمتیار در سخنان خود چندین بار از حکومت جدید، قیام ملی و استعفای ارکنشینان یاد کرد. او در پیوند به روند صلح افغانستان نیز از طالبان خواست که مشروط به اعلام آمادگی ارکنشینان به استعفا، آتش بس و به جای مذاکره با نمایندگان ارک با جناح‌های تاثیرگذار مذاکره کنند. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی میگوید که راهپیمایی هواداران این حزب به هدف پایان یافتن جنگ، ناامنی‌ها، ترورهای هدفمند و بحران خونین کشور و همچنان عملی شدن توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی راه اندازی شده است. فضل غنی حقمل گفته است که معترضان همچنان خواستار عملی شدن توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی، رهایی شدن زندانیان این حزب و اسکان مهاجران شدند. گلبدین حکمتیار همچنان در 26 ماه دل هشدار داده بود که اگر توافقنامه صلح حزب اسلامی و دولت عملی نشود، با راه اندازی تظاهرات گسترده ارگ را محاصره و ارگ نشینان را به سرنوشت پرچمی ها گرفتار خواهد کرد. این اظهارات او واکنش های گسترده را در پی داشت. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته بود که تهدید حکمتیار برای سقوط حکومت فکاهی سیاسی است. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان خواستار پیگیری چگونگی حمله بر خانه یک خبرنگار در ولایت تخار شده است. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار میگوید که نصیر احمد بهروز خبرنگار تلویزیون سیمای مهر گفته است که حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب تفنگداران پس از دو قلباب دروازه خانه اش را گلوله‌باری کردند.
خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس تخار میگوید که پلیس به محله حادثه در همان زمان اعزام شده است و این حادثه به همکاری بهروز زیر بررسی است تا عاملان آن شناسایی و بازداشت شوند. با این حال نگفته است که تفنگدارانی که شناخته نشدند شب هنگام در برابر خانه نصیر احمد بهروز مدیر مسئول و خبرنگار تلویزیون محلی سیمای مهر در شهر تارقان تجمع کرده و پس از آن که وی دروازه را برای آنها نگشوده است بر درب خانه بهروز گلوله باری کردند. نهی از نهادهای امنیتی در ولایت تخار خواسته است که این مسئله را پیگیری کند. در ماه‌های اخیر ترور و حملات هدفمندانه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور افزایش یافته است. سه‌شنبه هفته گذشته سه کارمند تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ترور شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در 14 مجلس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو گفت پاکستان نقش مهمی در حمایت از روند صلح پایدار در افغانستان دارد، چرا که در صورت ناکام شدن روند صلح این کشور به احتمال زیاد از عواقب آن آسیب خواهد دید. 14 مجلس ایکو به شکل مجازی و با میزبانی ترکیه برگزار شد که موضوع اصلی آن همکاری اقتصادی و منطقه‌ای در زمان پس از کرونا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که مردم و دولت افغانستان و شریکان بین‌المللی ما نیاز فوری به آوردن صلح افغانستان را احساس می‌کنند و حمایت شما برای به دست آوردن یک آتش‌بس همه‌جانبه به خاطر سرعت بخشیدن مذاکرات دوحه خیلی مهم است. آقای غنی یک بار دیگر گفته است که افغانستان چهار راه میان آسیای مرکزی، شرقی، جنوبی و آسیای غربی و منطقه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی و جهانی است. عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در سخنرانیش در رابطه افغانستان گفته است که صلح در این کشور برای همکاری های منطقه کشورهای عضو ایکو حیاتی است. او ابراز امیدواری می کند که موفقیت روند صلح بین افغانی منجر به صلح دوامدار و امنیت در افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که کشورش 42 سال است از حق بنیادی صلح بی بهره است و زمان آن رسیده است تا خشونت هایی که این کشور را به میدان کشتار مبدل کرده متوقف شوند. یوناس لیندل رئیس پلیس سویدن در شهر وتلاندا گفته است که عامل اصلی حمله توریستی یک روز پیش در این شهر یک مهاجر 22 ساله افغانستانی بوده که در سال 2018 وارد سویدن شده بود. پلیس وتلاندا گفته است که به روز چهارشنبه یک مهاجم در 15 دقیقه در 5 نقطه این شهر 7 تن را با چاقو زخمی کرده که پلیس وارد عمل شد و این مهاجم را از پا در آورد و سپس بازداشت کرد. خانه مسکونی این مهاجم بررسی شده اما پلیس از ارائه جزئیات خودداری کرده است. این فرد پیش از این نیز جرم‌های کوچکی را مرتکب شده بود و برای نهادهای امنیتی فرد شناخته شده ای بود. به گفته پلیس وضعیت 5 تن از زخمیان وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده‌اند. مقام‌های امنیتی و قضایی سویدن گفتند که انگیزه این اقدام مشخص نیست، اما مالناگران رئیس پلیس سویدن گفته است که ما این اقدام را در چارچوب انگیزه احتمالی حمله تروریستی با دقت بررسی می‌کنیم. هنریک توار ناشهردار شهر وتلاندا این اقدام تروریستی را شوک‌آور خوانده و گفته است که هر نوع حمله به افراد بی‌گناه به معنای حمله به کل مردم سویدن است. پس از یک وقفه کوتاه بیننده خبرهای ورزشی باشید.